به به، چه بویی، چه عطری، چه رنگی، چه لعابی. با من همراه بشید تا طرز تهیه این خورش خوشمزه رو با هم داشته باشیم. دوستان عزیزم سلام، من مامان مری هستم و با یک آموزش خیلی خوشمزه امروز در خدمت شما هستم. آموزش که امروز براتون در نظر گرفتم خورش به آلوی مجلسی هستش. گرچه این خورشی خورش نوستالژی هستش، ولی به خاطر اینکه خیلی خوشمزه است تا نسلای جدید هم ادامه پیدا کرده. این خورش سرشار از پروتئین، ویتامین و فیبره. این خورش میتونه با طعم شیرین، ملس و یا ترش آماده بشه. این خورش هم میتونه با نون خورده بشه و همین که میتونید در کنارش یه برنج زعفرونی درست کنید و خیلی مجلسی و شیک سروش کنید. با ما همراه باشید با معرفی مواد اولیه و طرز تهیه این خورش خوشمزه. مواد لازم برای تهیه این خورش خوشمزه. ما برای تهیه این خورش به گوشت نیاز داریم. اصولی ترینش اینه که با گوشت قرمز درست بشه، ولی من همیشه این خورش رو با گوشت سینه مرغ درست میکنم. حدوداً 300 گرم گوشت سینه مرغ نیاز داریم برای 4 نفر که این مرغا رو حالا بعد به صورت خورشتی خوردشون میکنم. حدود 2 عدد به نیاز داریم که این بها رو پرزای روش رو کندم، شستم و بعد هسته های وسطشون رو گرفتم که میتونید هسته هاش رو دورریز نکنید و به عنوان دمنوش استفاده کنید که برای سرفه و سینه درد فوق‌العاده خوبه. من معمولاً به رو با پوستش خورد میکنم. به ابعادی که دوست دارید، کوچیک یا بزرگ، میتونید خوردش کنید. هرگز پوست به رو ازش جدا نکنید. این به ها رو شما میتونید در فصل پاییز تهیه کنید و هم تازش رو استفاده کنید و همین که مثل من میتونید اونا رو فریز کنید و هر موقع که دوست داشتید برای تهیه خورش یا مربا ازش استفاده کنید. از به غافل نشید که حاوی مقدار زیادی فیبر و ویتامین های مفیده. به میزان کافی روغن، چند عدد آلو، حدوداً من بین 10 تا 15 تا آلو دارم استفاده میکنم، یک عدد پیاز نسبتاً بزرگ، یک عدد هویج متوسط یا چند عدد بیبی کروت که به دلخواهتون میتونید حذفش کنید یا کم و زیادش کنید. ادویه های لازم به اندازه نوک قاشق چای خوری نمک، اصلا نمیخوایم طعم نمک بگیره، نوک قاشق چای خوری هم فلفل سیاه و یک قاشق مرباخوری هم زردچوبه، دو قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی و برای مزه‌دار شدن این خورش یک عدد هل و یک قاشق مرباخوری هم دارچین. این خورش همونطور که خدمتون گفتم هم ترش، شیرین یا ملس استفاده بشه که من برای شیرین شدنش میتونم از شکر استفاده کنم یا یه دونه از این نباتا کنار قابلمه میذارم تا نباتش حل بشه و یه حالت ملس پیدا کنه. شما میتونید به جای نبات از 3 یا 4 قاشق شکر استفاده کنید. و یه کمی هم آب زعفرون دم کرده. و اگر دوست داشتید که خورشتون ترش باشه یا ملس باشه، میتونید یه مقداری آب لیموی تازه هم بسته به ذائقتون به این خورش اضافه کنید. همچنین 2 قاشق غذاخوری هم گلاب استفاده میکنم. با من همراه باشید با طرز تهیه این خورش خوشمزه. ابتدا پیازمون رو به شکل دلخواه خرد میکنیم و میریزم داخل قابلمه تا یه کمی سرخ بشن و شیشه ای بشن. تا پیازمون داره سرخ میشه من گوشتم رو خرد میکنم. همونطور که خدمتون گفتم اصل این خورش با گوشت قرمز یا گوشت گوسفندی درست میشه، ولی من دارم از گوشت مرغ استفاده میکنم. گوشت مرغ هم خیلی خوشمزه میکنه این غذا رو. میتونید از رون یا سینه استفاده کنید. این غذا هم با رون مرغ خیلی خوشمزه است و هم با سینه مرغ. وقتی پیازمون در همین حد سرخ شد، حالا مرغامون رو بهش اضافه میکنید. وقتی که مرغامون کمی سرخ شد و تغییر رنگ داد، حالا ادویه‌جاتمون شامل نمک، فلفل و زردچوبه رو بهش اضافه می‌کنیم.
این مرحله رو به گوجمون هم اضافه میکنیم. حالا تو این مرحله به اندازه 4 تا لیوانم آب جوش به خورشمون اضافه میکنم و میذارم که مرغامون پخته بشه. وقتی 70% از پخت مرغامون گذشت، بقیه موادش رو بهش اضافه میکنیم. فعلا اجازه میدیم که این مرغا با حرارت متوسط رو به پایین پخته بشن. حالا یه کمی روغن میریزم داخل ماهیتابه و بهامونو میریزم داخلش و میخوام یه کمی تفتش بدم. تفت دادن بها به ما کمک میکنه که موقعی که داریم میپزیمشون توی خورشتمون له نشن. یکم که بها رو تفت دادیم، حالا هویجا رو هم به بها اضافه میکنم. و در نهایت آلوهامون هم که خیس کردیم و شستشو دادیم، حالا به داخل محتویات ماهیتابمون اضافه میکنم و به تفت دادن ادامه میدم. خب عزیزان، وقتی که کار پخت مرغامون تقریبا 70% انجام شد، حالا مواد گیاهی رو که برای خورشمون آماده کردیم و سرخشون کردیم به خورشمون اضافه میکنیم. اجازه میدم که به مدت نیم ساعت این مواد گیاهیمون داخل این خورش پخته بشه. بعد مواد چاشنی و افزودنی های دیگرش رو بهش اضافه میکنم. خب توی 10 دقیقه پایان پخت خورشمون، من یه تیکه نبات داشتم که کنار خورشمون میذارم بمونه تا ذوب بشه. بعد یه مقداری هم دارچین و یه دونه هل هم داشتم که اونا رو هم به خورشتمون اضافه میکنم. همچنین یه مقدار آب زعفرون داریم که اونا رو هم اضافه میکنیم. و به اندازه 2 قاشق غذاخوری هم گلاب اضافه میکنم. خب اگر شما دوست داشتید که شیرین تر باشه، میتونید به شکر یا نبات اضافه کنید و اگر دوست داشتید که ترش مزه باشه، میتونید از اضافه کردن نبات یا شکر خودداری کنید و یه مقداری بهش آب لیمو بزنید. خب میذارم که 10 دقیقه دیگه این خورش ما سر گاز بمونه تا همه مزه ها با هم قاطی بشن و بعد اونو سروش میکنیم. خب دوستان عزیز من، خورشت به آلوی مجلسی ما آماده شد. این خورش فوق‌العاده هم ظاهر زیبایی داره و هم طعم و مزه خوبی داره. بوی عطر گلاب و به و دارچین و زعفرون توی خونه ما پخش شده. انقدر بوی این غذا عالیه که هوس و اشتهای آدم رو چند برابر میکنه. این غذا میتونه هم با نون خورده بشه، همین که در کنارش یه برنج زعفرونی خوشمزه درست کنید و نوش جان کنید. اگر از برنامه آموزشی ما خوشتون اومد، حتما این ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت های خوشگل بفرستید. همچنین اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید، همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید، زنگوله کنارش رو هم همینطور، تا از آموزش های جدید ما در اسرع وقت مطلع بشید. شما رو تا یک آموزش جدید به خدای منان می سپارم. خدایا رو نگهدار همگی شما.